I have some questions from you. You have to answer me in details, okay? It's none of my business that your stupid man cannot understand English. I want to know this. After the death of my great honorable father, who sold that big house to your stupid father? Never in front of me talk about your sefeoğlu sefe. Ne danışırsan? Benim kabağımda dad önünden danışma. Ahmağım bir ahmağ. Hanıza. Selam Emizcan. Selam Azizcan. Bebeşin ben çay şomu. Hayır şomu. Hoşçakalın. Hoşum edin Emizcan. İngilizce harf mi zani? Arı Emizcan. Yed çen dedim ben kar döştüm bana nakhande. Bence hem derim poşte der. Gofdum ki menç vazı kon. Menç vazı? Arı darın hemen şu menç vazı kon. Azizcan ben menç. Ahi اینا میخوان شرکت کنن توی مسابقه علمی. میدونستی بزرگترین دانشمند منچ باز بوده؟ عجب. آره. حالا امیرجان میدونی قضیه چیه؟ چرا با این انگلیسی حرف میزنی؟ خب آخه من اگه انگلیسی بلده هست؟ نه انگلیسی بلد نیست. خب اگه من با این انگلیسی حرف نزنم، فارسی حرف بزنم، خب این میفهمه چی میخوام بگم، به من اطلاعات نمیده. باید انگلیسی حرف بزنم نفهمه. خب وقتی انگلیسی بلد نیست چجوری میخواد به تو اطلاعات بده؟ تو چجوری باید اون بفهمی؟ حالا نمیدونم دیگه، اون خودش میدونه دیگه، اون خیلی زرنگه، میفهمه این چیزا رو. تنهایی فقط انگلیسی بلد، اون بالاخره باید بفهمی یه چیزی که بتونی ازش اطلاعات بگیری. خب دیگه من اینجوری فهمیدم، حالا من نمیدونم امیر جان اطلاعات بده من بگم. امیر جان یه لحظه وایس اصلا ببینید چی در مورد این با این چی صحبت کردم. در مورد چی صحبت کردم؟ من می‌خواستم ببینم بعد از مرگ پدرم خدا رحمت کنه، بابا این خونه رو از کی خریده؟ کدوم خونه رو؟ همون خونه رو نمیدونم اون خونه مال کی دیگه. میخوام سر در بیاری تو اون خونه مال کی بوده؟ مال اجداد من بوده یا مال کس دیگه بوده؟ ولی راهش انگلیسی حرف زدن نیست. تو میخواد از این خوب. اطلاعات بگیری. خب ایتالیایی بلدی؟ ایتالیایی صحبت کنی؟ نه اصلا به زبان دیگه. بعد حالا یه لحظه وایس امیر جان. امیر جان عزیزم بیا من برات توضیح بدم دیگه، نگاه کن. سلام گزینه هیچ کدام سلام علیکم سلام سلام به 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 خیلی خوش اومدید بچه‌ها بفرمایید حالتون چطوره؟ خیلی ممنون دعوت ما رو پذیرفتین، اومدین به خونه خودتون. خواهش میکنم بشین بچه‌ها، هر کی هر جا دوست داره بشینه. بفرمایید حالتون چطوره؟ خوبین؟ ردیفین؟ از احوال؟ خب خیلی خوش اومدید بچه ها. امیدوارم یک چالش مسابقه جذاب داشته باشیم، هم برای خودمون، همین که اطلاعات عمومی بتونه بره بالا، هم که یه انرژی مثبتی از جمعمون متساعد شه به دیگران. بچه ها من امیر محمد زندم، خوشحالم که گرداننده بازی شما هستم در این برنامه. شما 4 دانشگر هستید که با 7 سوال مواجه میشید. یکی از شما اطلاعات بیشتری در مورد سوالات داره، هرچند پاسخ دقیق رو نمیدونه. اون فرد دانشمند شماست و میتونه به وقتش اطلاعات خوبی به شما بده. هر سوال تنها یک پاسخ درست داره و البته ممکنه پاسخ تنها یکی از سوالها در گزینه ها نباشه. در اون صورت اگه به این مسئله اشاره کنید 2 امتیاز بگیرید. شما میتونید با هم بحث کنید و حتی در 2 نوبت کمک بخواید، اما در نهایت هر نفر باید گزینه خودش رو انتخاب کنه. اگه در یک سوال اکثریت شما، یعنی حداقل 3 نفرتون گزینه درست رو انتخاب کنید، یک امتیاز به دست میارید. این امتیازات ذخیره شما برای معمای اتاق سرنوشته و هر چقدر بتونید امتیازات بیشتری کسب کنید، امکان موفقیتتون بیشتر میشه. اطلاعات معمای نهایی در اختیار شماست، اما پاسخ به معما در اتاق سرنوشت صورت میگیره. با پاسخ به معما یا همه شما دانشگرها با هم برنده میشید یا با هم شکست می‌خورید. اما کار شما به همین سادگی‌ها نیست. یک گروه 3 نفره روبرو و در میان شما نشستن تا مانع موفقیت شما بشن. ناخوانده که روبروی شما نشسته و چشمش در تمام بازی بازه و سوداگر و هوچیگر که در میان شما مخفی شدن. هوچیگر پاسخ سوالات رو میدونه، اما تلاش میکنه با اطلاعات غلط شما رو گمراه کنه.
سوداگر پاسخ سوالات رو نمیدونه اما تلاش میکنه پاسخ غلط بده. بچه ها در اولین نوبت تاریکی کارتا رو پخش میکنم، نقش ها مشخص میشه، نقش سوداگر و هوشیگر رو ایشون آقای ناخوانده تعیین میکنه، باقی نقش ها رو من تقدیمتون میکنم. پس با شمارش من لطفا عینکاتون رو بذارین تا به نوبت اول تاریکی بریم. 3، 2، 1 به تاریکی. خیلی ممنون. در اولین نوبت تاریکی ناخوانده هوشیگرت رو به من معرفی. ناخوانده مهمان ناخوانده این خونه است. آشوب میکنه، برای خودش قدرت وتو قائل شده و حتی میتونه شما رو برای 2 سال تحریم کنه. در وضعیت تحریم، دانشگرها نمیتونن امتیازی رو از سوالات به دست بیارن مگر اینکه به هر 2 سوال پاسخ درست بدن یا سوالی رو جواب بدن که گزینه صحیح داخل گزینه‌ها وجود نداره و یک جا 2 امتیاز بگیرن. البته دانشگرها میتونن با ناخوانده مذاکره کنن و وضعیت جدیدی رو به وجود بیارن. سوداگر و هوشیگر همدیگر رو نمیشناسن. برای همین تلاش میکنن با شناخت همدیگه گزینه آشوب رو فعال کنن. در وضعیت آشوب دانشگرها از هم جدا میشن و اگه نتونن امتیازی به دست بیارن حداکثر برای 1 نوبت دیگه آشوب ادامه پیدا. در وضعیت آشوب دانشگرها امکان قفل کردن سوداگر رو ندارن. ناخوانده 1 تفنگ هم داره و فقط 1 بار میتونه به دانشمند شلیک کنه. ناخوانده هوشیگرت رو به من معرف. متوجه شدم. و سوداگرت رو به من معرف. متوجه شدم. بچه ها وقتی کارتا رو حس کردین کارتا رو بگیرید تا کنار تک تکتون بیام و به نوبت ازتون بخوام که کارتاتون رو بار. بسیار خوب. روی شونه هرکی که زدم عینکش رو به آرامی برداره و کارتش رو مطالعه. به محتویات کارتتون واقف بشین و مطالعه بکنید بچه‌ها. خیلی ازتون ممنونم بچه ها. با شمارش من به اولین نوبت روشنایی برمیگردیم تا پرسش اول رو خدمتون بپرسم. آماده. 3، 2، 1 به روشنایی برمیگردیم. خب صبح همگی به خیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. به نام خدا. پرسش 1، کدام گزاره درست نیست؟ الف، دولت استعمارگر انگلستان به دلیل اهمیت تجاری بندر بمبئی هند گسترش تا اون را از این بندر کتمان کرد. ب. در این شرایط والدمار هافکین دانشمند حوزه میکروبشناسی در یک دانشگاه مجهز با دستیاران آموزش دیده بر روی این بیمار کار کرد. جیم پس از کشف واکسن تا اون و آزمایش روی خرگوش ابتدا آن را بر روی خود و سپس گروهی از زندانیان آزمایش کرد. گزینه 1 الف، گزینه 2 ب، گزینه 3 جیم.
یه بار دیگه میگم کدام گزاره درست نیست. دقت بکنید. 2 دقیقه و 30 ثانیه از همین حالا شروع شد. به نظر من یک نمیتونه جواب باشه. یک تالا طبق شناختی که ما داریم از مخصوصا انگلستان و استعمارش، به نظر من یک اون درسته ماجراست. بعد یه نکته هم بگم، الان تا اون میکروب یا ویروسه بچه ها، من اینو فراموش کردم. تا اون ویروسه. ویروس ببین نگاه کن اگه ویروس باشه الان گزینه B رو نگاه کن، نوشته دانشمند حوزه میکروب شناسی. اگه ویروس باشه اون میکروب شناسی چجوری میتونه ویروس رو تشخیص بده؟ میلاد من برخلاف تو و امیر جان فکر میکنم، به نظر من گزینه 1 درست. گزینه 1 درسته. ببینی آقا میگه کدوم گزینه درست نیست، من دنبال اون گزینه فقط. گزینه یک جوابه؟ چرا خوبه؟ بله گزینه یک رو باید درست. با چه دلیلی خوب؟ دلیلت چیه؟ خب 4 نه نه میگه گزینه درست. 1 زمان تمام شد بچه گزینه ها رو بمید. بله گزینه شماره 3 2 1 2 3 و 1. و اما گزینه درست پرسشه ابتدای ما گزینه شماره 2. بله و فقط در واقع 2 نفر جواب درست رو دادن. بسیار عالی. و اما توضیح سوال اول این بود که ایشون توی آزمایشگاه کوچیک با امکانات کم با دستیاران آموزش ندیده، در واقع کارآموزانی که دستیارانی که خیلی آموزش ندیده بودن این کار رو انجام داده بود. بخش اول معمای پایانی رو عزیزم بخون. تحصیلات متوسطه رو تو رشته برش قطعات صنعتی تا فوق دیپلم ادامه داد. بعد از جنگ هم تو رشته مهندسی صنایع تحصیل کرد. با اعلام من عینکاتون رو بند بذارید. 3 2 1 به تاریکی. بسیار عالی. در اولین تاریکیه چالش مسابقه خانه این قسمت، آیا تونستی تشخیص بدید سوداگر بازی کیست؟ و اگر آره اون رو با انگشت اشاره به من نشون. سوداگر پاسخ سوالات رو نمیدونه اما تلاش میکنه با پاسخ غلط حق پاسخ یکی از شما رو در نوبت بعد بگیره. اگه 3 نفر از دانشگرها سوداگر رو تشخیص بدن، در اون نوبت قفل میشه و نمیتونه پاسخ شما رو بی‌اعتبار کنه. اگر 2 بار سوداگر رو قفل کنید، دست و پاش بسته میشه و کلن از کار میافته. متوجه شدم. سوداگر و هوچیگر همدیگر رو حدس بزنن و به هم اشاره. هوچیگر پاسخ سوالات رو میدونه اما تلاش میکنه با اطلاعات غلط شما رو گمراه کنه. افشای هوچیگر یک امتیاز ویژه رو در اتاق سرنوشت فعال میکنه. برای برملا کردنش هر نفر 1 بار و هر نوبت فقط 1 نفر میتونه اتهام بزنه. وقتی به اتهام عمل میشه که حداقل 2 نفر از دانشگرها با این اتهام موافق باشن. اما اگر اتهام نادرست باشه، پاسخ اتهام زننده بی‌اعتبار میشه. سوداگر و هوچیگر همدیگر رو حدس بزنن و به هم اشاره کنن. و اما سوداگر به آرامی عینکش رو برداره. آیا میخوای پاسخ دانشگری رو بی‌اعتبار کنی؟ متوجه شد. بنا خوانده. فعلا 2 قابلیت قابل استفاده است. شلیک و یا تحلیل. استفاده کنی؟ بله با شمارش من بچه ها به روشنایی بعد برمیگرد. 3 2 1 به روشنایی بعد.
خب خیلی خوش اومدید به روز بعدی. امیدوارم که در امروز پاسخهای درستری به پرسش ها بچه ها بتونید بدید. آماده اید؟ بله. پرسش: کدام گزاره در مورد ماری کوری درست نیست؟ الف: مسئله او و خانواده‌اش پرتوزدایی بود و این خانواده به سبب پژوهش در این حوزه 3 جایزه نوبل دریافت کرد. ب: او از ثبت فرایند جداسازی رادیوم به عنوان اختراع خودداری کرد تا جامعه علمی بتواند در این زمینه تحقیق کند. جیم: او با اصرار و هزینه خود برای عکس برداری با پرتو ایکس از مجروحان جنگی و جبهه‌های جنگ حاضر شد. دال: او هیچگاه به صورت رسمی از جانب دولت فرانسه مورد تقدیر قرار نگرفت. و ه: به دلیل قرار گرفتن در معرض مواد پرتوزدا، او، همسر و دخترش به مرور بیمار شدند و جان خود را از دست دادند. گزینه شماره 1، الف و ه. گزینه شماره 2، ب و جیم. و گزینه شماره 3، ب و دال. 2 دقیقه و 30 ثانیه. شروع شد. ببین، به نظرم گزینه دال میتونه درست نباشه. میگه دولت فرانسه هیچ وقت از اون تقدیر نکرد، پس اگه تقدیر نکرد چه جایزه نوبل بود؟ میگه او هیچگاه به صورت رسمی از جانب دولت فرانسه مورد تقدیر قرار نگرفت. بعد این گزینه درسته به نظر من، نه درست نیست. الان سوالمون اینه کدام گزاره در مورد ماری کوری درسته؟ یعنی مورد تقدیر قرار گرفته؟ نگرفته. درست نگرفته. ببین، من که الان تو اینجای اینجای بازی من فقط با میلاد و آرش بازی میکنم. ببین محمد، من به تو اعتماد کردم چون کل تایم تو صحبت نکردی، یهو گفتی گزینه 1 درسته. تو هم بهزاد جان، میگم تو ببخشید، شما با تأخیر به رأی بقیه نگاه کردی. عزیز جوابو بگو. جواب من با هرچی آرش رو میلاد بگم. داره میره یه چیزی هم بگم. من که اطلاعاتی ندارم. سوال کنم نمیدونم. بچه‌ها یه لحظه، الان هدفمون فقط جواب درست سواله. حاشیه نرید. به نظر من گزینه 3 بچه‌ها میتونه گزینه. بچه‌ها واقعا اطلاعاتی ندارم. بونگه بچه‌ها. فکر کنم آره، ولی خب به عده یه ذره چیز دیگه. 3 2 1 گزینه ها روی میز بچه‌ها. گزینه ها روی میز. سه و سه. فقط یک نفر گزینه 2 رو انتخاب کرد و عرضم به حضورتون که کسی اتهام داره؟ خیلی جواب درسته. پرسش شماره 2 ما گزینه شماره 3 نیست. ای بابا. گزینه شماره 2. گزینه شماره 2 یک نیست. ای بابا چرا؟ هیچ کدام. گزینه شماره همون بهتون عرض کرده بودم حد اکثر 1 سال و فقط 1 سال ممکنه جوابش هیچ کدام باشه. چطور به این سال؟ بله، به این سال 2 امتیازیتون بود بچه ها. متاسفانه سال 2 امتیازیتون رو از دست دادید. اشکالی نداره، هنوز 5 تا سوال در پیش داریم. بسیار عالی. بخش دوم معمای پایانی رو بخوند. اوایل جنگ دست ایران خیلی خالی بود. بعد از یکی از عملیات‌ها متوجه ضعف نیروهای خودی شد و طرح ساماندهی آتش پشتیبانی خمپاره اندازها رو ارائه کرد، در حالی که نه توپی وجود داشت و نه توپخانه‌ای. بله، خیلی ممنون. با شمارش من به تاریک نوبت بعد می رویم. آماده: 3 2 1 به تاریک. بسیار عالی. و اما در این نوبت تاریکی، آیا قادر به تشخیص سوداگر شدید یا خیر؟ سوداگر رو با انگشت اشاره به من نشونش بدید بچه ها. سوداگر بازی به نظرتون کیست؟ دستا پایین. عزیزان جان، پوچیگر و سوداگر همدیگر رو حدس بزنن و با اشاره به هم نشون بدن. متوجه شدم. سوداگر بازی، عینکت رو به آرامی از رو صورتت بردار. آیا میخوای پاسخ یکی از دانشگرا رو برای نوبت بعد بی‌اعتبار کنی؟ اگر آره، با انگشت به من نشون بده.
متوجه شدم. و اما شما آقای ناخوانده چلیک میکنی و یا تحریم؟ متوجه شدم. با شمارش من بچه به نوبت بعدی روشنایی برمیگردیم. 3، 2، 1 به روشنایی برمیگردیم. خب خیلی خوش اومدید به نوبت بعدی. دیشب قبل از اینکه برگردیم به نوبت روشنایی، دو نفر تونستن سوداگر رو تشخیص بدن. سوداگر و هوچیگر همدیگر تشخیص ندادن و عرضم بودتون شلیک به دانشمند نشد و تحریمم نشدید. و فقط یه اتفاق بعدی که افتاد، خبر بعدم اینه که سوداگر بازی چون جواب سوال قبل رو غلط داده بود، حق پاسخ یکی از دانشگرا رو بی اعتبار کرد. یعنی در این نوبت یکی از دانشگرا پاسخش برای ما شمرده نخواهد شد. آماده باشید، شرایطتون اصلا جالب نیست. پرسه شماره 3. برای غنی سازی 20% نیاز به محاسبات پیچیده‌ای بود. باورپذیر نبود آدمی که دوره‌ای ندیده و خارج از کشور نرفته این محاسبات را انجام داد، اما او این کار را انجام داد. اگر فاصله ما در علم هسته‌ای با غرب 40 سال بود، با کارهایی که او انجام داد به 5 سال رسید. خدا می‌داند اگر 50 میلیارد تومان هم می‌خواست قبول می‌کردیم، اما هر کاری کردیم 1 ریال هم نگرفت. این مطلب در مورد کیست؟ این مطلب که خونده شد راجب چه شخصی گفته شده است؟ ما که اصلا نفهمیدیم چی میگی. همش داری با کلمات بازی میکنی، من متوجه نشم. نگران نباش، من کلا نمیفهمم. نه آره اون شاید بابام به من میگه میگه تو اصلا نمیفهمی. الان من چی کار کنم؟ نه میدونی یه مشکلاتیه که تو با خودت داری، خودت با خودت چرچندی. میدونی چی میگم؟ دارم فکر میکنم. فکر نه معلومه، چون زیادم فکر کردی یه ذره حل میکنم. بسیار عالی. برید. شماره 1، گزینه شماره 1، شهید، شهید بزرگوار محسن فخری زاده. شماره 2، شهید مجید شهریاری. و شماره 3، شهید مصطفی احمدی روشن. از همین حالا 2 دقیقه 30 ثانیه برای محاسبه. ببین یه نکته رو بگم، غنی سازی اورانیوم زمانی به تو ایران باب شد، یعنی زمان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود، اگه اشتباه نکنم. یعنی غنی سازی اورانیوم استارتش خورد و آغاز شد. به نظرم بین این گزینه‌ها باید کسی رو بگردیم که هم شهید شده، یعنی به رحمت خدا رفته، هم دنبال کسی بگردیم که این غنی سازی رو انجام داده. آهای زن جان. چون من متوجه نشدم میخوام وتو کنم. بله بچه ها، بهتوتون کرد. از همین حالا 30 ثانیه فقط زمان. من میگم بچه ها سریع بیان. به نظرم آقای محسن فخری زاده. به نظر من گزینه 1 درست. ببین به نظر من شهید فخری زاده. ولی البته اینم بگم بچه ها، من بقیه هم بیشتر بود اگه اشتباه نکنم. گزینه 3 هم میتونه باشه. جناب آقای احمدی نژاد هم بین یک باسه. آقای احمدی نژاد هم گفتی. آره. بعد من میگم بچه ها گزینه 3 بوده. بین 3 و 1 میتونیم. بچه ها من میگم به من اعتماد کمه. سر چیز کنیم بگیم. من گزینه 1 رو انتخاب میکنم. من میگم بیا بین یک و سه یک رو چیز کنیم، چون هم یک. آره من میگم 3. تو من تو محمد رضا با بهزاد واسه من خیلی مشکل. آقا تو خودت چیکار کردی واسه ما؟ من اطلاعاتی ندارم راجع به سوالا. من یک الان میگم یک قطعی. 3 بچه من بله 3، 2، 1 10 ثانیه پایان میتونم عبور کردیم. لطفا گزینه ها اون کینه گرفته رو من باور کن. 3 محمد رضا گزینه ات رو میز عزیزم. و اما جواب صحیح، اتهام داره کسی؟ بسیار خوب، جواب صحیح سوال رو خدمتتون میگم. گزینه شماره 1، 1، 2 گزینه شماره 3، 3، 1 و 1 یعنی در واقع 4 تا 1 داریم و 2 تا 3 در صورتی که جواب درست پرسش شماره 3 گزینه شماره 2 تنها گزینه که هیچ کدومتون خواب نکردیم. بله شهید بزرگوار مجید شهریاری که به این متن هم که خدمتون خوندم به نقل از دکتر صالحی هستش، وقتی رئیس
وقت سازمان انرژی چیکار داریم میکنیم ما؟ چیکار داریم؟ بابا حواستون نیست. واقعا مشارکت کردم. واقعا خودم غلطه امام علی. بچا این کتابم کتاب شهید بزرگوار دکتر مجید شهریاری هستش. اگر دوست داشتین بعدا میتونید مطالعه بکنید. بسیار کتاب جذابی است. بخش بعدی معمای اتاق سرنوشت میلاد عزیز. طرفدار گروه‌های کاری کوچک و چابک بود. پیچیده‌ترین دستگاه‌ها را توی پادگان کوچکی با تعداد کمی محقق و پاسدار می‌ساخت. خیلی از قطعات رو به کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور سفارش می‌داد. بسیار عالی. با شمارش من نکاتون رو بذارید. 3، 2، و 1 بتارید. بسیار خوب. سوداگر بازی کیست؟ اگر سوداگر رو تشخیص دادید اون را با انگشت اشاره به من نشون بدید. بچه سوداگر هوشیگر هم دیگر رو حدس بزنیم و به هم اشاره. متوجه شد. سوداگر عینکت رو بردار. پاسخ کدومی که از دانشگرا رو در نوبت بعد میخوای بی اعتبار کنی؟ اگه میخوای این کار رو بکنی با انگشت متوجه شدم. خب آقای ناخوانده، شلیک میکنی و یا تحریک؟ شلیک میکنی؟ متوجه شدم. با اعلام من عینک‌ها رو برمی‌داریم تا به نوبت بعدی روشنایی برگردیم. بچه ها 3، 2، و 1 به روشنایی برگشتیم. خب خوش اومدید به نوبت بعدی روشنایی. نوبت پرسش شماره 4. عرضم به حضورتون که دیشب چه اتفاقاتی افتاد؟ خبرهای خوب دارم و خبرهای بد. کدوم اول بگم؟ اول بده. بده. خبر بد اینه که سوداگر بازی حق پاسخ یکی از دانشگرا رو بی‌اعتبار کرد.
و اما خبر خوب، خبر خوب اینه که هوچیگر و سوداگر هم هنوز همچنان همدیگر تشخیص ندادن و چون تشخیص ندادن قابلیت آشوب آقا فعال نشده. در ادامه خبرهای خوب اینه که ایشون هم نه تحریم کرد نه شلیک کرد، یعنی هیچ در هیچ شرایط خاصی قرار ندارید، حواستون جمع. پرسه چه تعداد پروژه های فضای زیر به شکست و مرگ 20 سرنشین منجر شد؟ ماموریت وستوک، ماموریت آپولو 1 1967، ماموریت آپولو 11 1969، ماموریت سایوز 11 1971، ماموریت شاتل فضای چالنجر 1986، ماموریت شاتل فضای کولومبیا 2003. گزینه 1 2 مورد، گزینه 2 4 و گزینه 3 6 مورد و 30 ثانیه محسوب شد. یه چیزی رو باید در نظر بگیریم که توی این سفینه ای که داریم میره بالا بچه‌ها انرژی بدید، چه تعداد میتونه، زمانتون داره میره، سال چهارمه، این نهایتاً به یه دونه مهندس پرواز که من باید باشه، دو نفرم، ما اینجوری در نظر میگیریم که 10 نفر. خب یعنی مثلا خیلی فرقش، خب مسلما کمه دیگه، خب چند نفر جا میشه بچه‌ها؟ میخواد یه چیزی از راهنمای استفاده کنه، نکته نراف میلاد به نظرم 10 نفرم نابود میشه. آخه الان یک امتیاز جمعی هم ما هنوز نگرفتیم، واسه چی الان فقط یک نفر تا چه چیزی جزء سال چهارمتونه بابا؟ فقط یک نفر خواهد رفت فعلا اتاق سرنوشت، هنوز یه امتیاز جمعی هم نداریم. به نظر بچه‌ها بیاین، ما به نظر من بچه‌ها جواب بدید، جواب در میگه شکست و مرگ و مرگ 20 سرنشین. ببین ممکنه مثلا دو تاش تو شکست باشه، دو تاش فقط 20 نفر توش. آفرین، منم منظورم همینه، معلوم نمیکنه دقیقش کدوم. من میگم راهنمای استفاده کنید، بله بله بله. اولین نفر میلاد بود، 10 ثانیتون رو من نگه میدارم، 10 ثانیه پایانیتون رو نگه میدارم. خانزاده عزیزم، جانم عزیزم، برادر گل، آقا میلاد راهنمایی خواست. اولین نفر کی بود آقا میلاد؟ ایشون خوبه، پسر خوبیه، دوستش دارم. ماه همشون خوبن، همشون گلن. دو تاشون اونایی بودن که شوروی آمریکا در واقع ادعا کردن باهاشون اولین انسانو به فضا فرستادن. همین دیگه، دنبال چی؟ بله، 10 ثانیتون محاسبه داره میشه. حالا بگی. ببین پس میشه آپولو 11 که قطعی هست. وستوک هم مال روسیه. وستوک هم مال روسیه. دو تا گفت. پس به نظر هم گزینه یکی. یک منم موافقم. مطمئن شما؟ بله من. همین نظر چیه؟ پنج ثانیه، هم آمریکا بوده هم روسیه. میلاد پنج ثانیه، یک چهار سه دو، داری فکر میکنی؟ تمام گزینه ها روی میز، گزینه ها روی میز، گزینه ها روی میز، زمان تموم شد بچه ها. کی اتهام میخواد بزنه؟ اتهام ندارید؟ بسیار عالی. گزینه درسته پرسش شماره 4، گزینه شماره 1 1 1 1 1 1 و 1. درسته آقا میلاد، برزگر است، کمک گفتن به یک نیست، من گفتم 2ه. آقا تو گفتی اولش گزینه شماره 2، گفتم 2ه. میلا تو اولش گفتی 1، بعدش عوض کردم گفتم همه رو بذارید 2. کی گفتی تو 1 گفتی؟ گفتم آخرش گفتم 2 به شکل. بله بله، این سال رو هم بچه‌ها دست دادید. توضیح بهتون میدم که از این 6 ماموریت فقط گفتی 1 گفتی که 1 1961 و ماموریت آپولو 11 1969 با موفقیت انجام شدن، باقی همه رفتن به اون ور دیگه. این همیشه که رفتن و از اون ور هم رفتن اون ورتر. بخش بعدی معما رو بخون محمد رضا. سالها روی محصول پیچیده‌ای کار کردن. وقتی آزمایش شکست خورد، بچه‌های خسته و ناامید رو جمع کرد و دستاوردهای این آزمایش رو گفت. امروز خدا لطفش را در حق ما کامل کرد و نوری بر نقاط ضعف ما تاباند. بسیار عالی. با شمارش من عینکاتون رو بچه‌ها بذارید، به تاریکی بریم. 3 2 و 1 بتادیم. زود باش محمد رضا. بچه ها در این نوبت شب دلم میخواد حداقل 3 نفر سوداگر رو شناسایی کنن، اگر میتونن با انگشت اشاره به من نشونش بدن سوداگر بازی کیست.
متوجه شدم. سوداگر و هوچیگر همدیگر رو حدس بزنن و به هم بشارن. متوجه شدم. دستم من. سوداگر عینکت رو بردار. پاسخ کدام یکی از دانشگرها رو بر نوبت بعد بی اعتبار میکنی اگر آری به من نشونش بده؟ بله متوجه شدم. عینکت رو بذار. و تو ای ناخوانده، شلیک یا تحریم؟ با شمارش من به روشنایی برمیگردیم. 3 2 1 به روشنایی برگشتیم. بچه ها روزتون بخیر باشه، امیدوارم بتونید خرابکاری های گذشته رو جبران کنید. خبر خوب دارم و خبر بد. خبر خوب این که هوچیگر و سوداگر همدیگر رو تشخیص ندادن و خبر بد این که سوداگر یکی از دانشگر رو حق پاسخش رو بی اعتبار کرد باز. و خبر بد بدتر دست این آقاست. تحریم بخون. ناخوانده تحریمتون کرد و در شرایط تحریم قرار گرفتیم بچه ها. پس شرایطتون خیلی حساسه. یکی از راهنماییاتون هم استفاده کردیم و فقط یک راهنمایی داریم، مگر این که با این آقا مذاکره کنید. اگه میخواییم مذاکره کنید شروع کنید باش حرف بزنید. من میتونم مذاکره کنم باش؟ آره. ببین های ناخوانده، من هوچیگر تو پیدا کردم و قول بهت میدم تا آخر بازی اصلا شوش نکنم دیگه. همین کمه زیادم از خب. پس ما هوچیگر تو شو میکنم فیدن. من میام بچه خودم تحریم رو بشکنیم با جواب درست. با جواب درست داداش، ما پنج بار هنوز نتونستیم سه بار جواب درست رو بگیم. وقت تموم شد، نتیجه رو اعلام کنید. دو بار سوداگر رو حدس نزنن. خب. من پیشنهاد آخرم دو بار سوداگر رو در دو شب حدس نزنن. موافقید؟ اگر موافقید رأی گیری میکنم دست بالا. چاره ای نداریم. دو شب سوداگر رو نمیتونید پس حدس بزنید. جناب زن تارگت میتونید؟ اتهام. اتهام میتونید؟ اتهام قبل از پاسخ صحیح بپرسش. پس توافق شد که دو شب سوداگر رو، یعنی در شب نوبت تاریکی بعدی و بعدیش سوداگر رو شناسایی نکنید. همچین مذاکره جذابی نکردید، ولی به هر حال مذاکره رو انجام دادیم. پس میریم سراغ پرسش. کدام آثار سینمای زیر که برگرفته از واقعیت است در مورد موفقیت با کمترین امکانات، تسلیم نشدن در برابر موانع و از خودگذشتگی برای تمام جامعه نیست؟ گزینه شماره 1 عملیات مریخ هند، پیاده روی در فضا روسیه. 2 سکسکه هند، پسری که باد را مهار کرد انگلستان مالاوی. 3 در جستجوی خوشبختی آمریکا جوی آمریکا. 2 دقیقه و 30 ثانیه محسوب شد. من میگم گزینه سوم، چون من فیلمش رو دیدم. اتفاقا دقیقاً برعکس این قضیه است. یعنی اون شخصی که توی آمریکا، حالا فیلم آمریکایی هست، دقیقاً داره مقابل با این سوال رفتار میکنه. یعنی میگه آقا تسلیم نباید بشید، نمیدونم بعد امیدوار باشید. من گزینه سوم هستم. پس گزینه سه من میگم. من یه دقیقه گوش کن. من اون فیلمو ندیدم. ولی فیلم 2 رو دیدم. گوش کن. 2 رو دیدم. مطمئنم که هست. یعنی 2 نمیتونه جزء گزینه‌ها باشه. اون فیلم 2 رو من دیدم. خب همون دیگه. پس همون چیزی که من گفتم برعکس این قضیه است. چون الان سوال گفته که مخالفه. دقیقاً همینه دیگه. چون گزینه 3 داره اشاره میکنه که نباید امیدوار باشی، تسلیم نشی. یعنی راست همون 3 ممکنه باشه اتفاقاً. من برعکس حتی یک هم نیست بچه‌ها. چون پیاده روی در فضا چه نیازی داره مثلا تسلیم نشی؟ تو میگی 3 نیست، 2 نیست که. نه من گفتم 3 ممکنه باشه با این تعریفی که شما کردید. یک و 3 نیست بچه‌ها. به نظر من 2. نظرت چیه؟ تو از اول بازی ساکت بودی، بعد میای به این اون گیر میدی. گزینه درست. نظرت دو مشکوکه. آها شو فقط فاز مخالف. محمد رضا نظر تو جواب باش. نظرت من که میگم سه نیست. میلاد
میلاد گزینه 3 رو انتخاب. عملیات بچه آها یه نکته اینم بگم بچه ها نگاه کن میگه بر اساس واقعیت عملیات مریخ ما اصلا واقعیت کدوم کسی رفته اونجا توی مریخ اسم نه عملیات مریخ اسم نه من گزینه 3 رو پیاده رفت من میگم 1 رو بزن بچه من میگم چرا قطعی بچه ها 1 2 1 رو بزن بچه ها بنظرم و 1 بشین فعلا گزینه ها روی میز گزینه ها روی میز گزینه‌ها روی میز بسیار عالی گزینه‌هایی که شما تعیین کردید 4 تا 1 داریم و 2 تا 3 داریم بسیار عالی بسیار دیگه من نمیدونم چی باید بگم بهتون حواساتون رو جمع نمی‌کنید بچه‌ها گزینه درست سوال پرسش شماره 5 گزینه شماره 1 اتهام بده برش اینجا مسئله است خب بگو اتهامت متهمت کیه؟ متهمم آقای محمد رضا محمد رضا جان برش بچه ها شما اولندش که ما رو گمراه میکنه گزینه 3 رو من خودم گزینه 3 رو برخلاف محمد رضا انتخاب کردم یعنی هر گزینه ای که محمد رضا گفتش که نیستش من همون گزینه رو انتخاب کردم چرا چون اصلا بدون این که به متن توجه کنه و به فیلم به سوال توجه کنه و به اسم فیلم فقط گفت این متنی که این بالا نوشته شده میدونم فقط اون نیست این اصلا حقیقتی نیستش که در واقع الان گرفتارشیم حالا یه مسئله دیگه ما از اول بازی اتهاممون آقای محمد رضا بود اتهام آقای محمد رضا بود من دیگه واقعیت رو گفتم نمیتونم دیگه چه جوری بهتون بگم بسیار خوب محمد رضا از خودت نظر من روی محمد رضا است اولا اینکه اتهام زدی بیس اتهام زدی به فکر زنگ آخرم باش بله هستم بعد اینکه دم در من اتهامشونو قبول ندارم آقای زن توضیح بده به بچه ها میتونم بهتون بگم که من اکثرا با بچه ها هم نظر بودم حالا چه کسایی که عرایز بنده رو نقض کردن چه کسایی که عرایزم رو تایید نمودن اینطوری نیست که به اصطلاح چیز باشه ما بارها دیدیم بچه های دیگه هم نظر بودن با من پس من نمیتونم خیلی راحت بهت بگم که این اتهامی که بهم زدی درسته اگر میتونی بهتر ثابت کنی خب گردن میگیرم بله ننشینید چه کسایی رأی میدن که محمد رضا هوشیگر بازی است اگر رأی میدن دستا بالا گردن گرفت 2 تا رأی به حد نصاب نرسید اتهام وارد نیست بچه بشه تراکنش ناموفق بفهم بله بسیار خوب اتهام زده شد رأی به حد نصاب نرسید فارغ از اینکه اتهام درست بود یا غلط بنابراین از روی اتهام عبور میکنیم در جستجوی خوشبختی آمریکا و جوی آمریکا جواب صحیح پرسش شماره 5 یعنی گزینه شماره 3 به خاطر اینکه شما به من گزینه شما برخلاف کردید گفتم برخلاف سه گزینه‌هاتون رو روی میز جمع کنید بخش بعدی معمای پایانی رو لطفاً بخونید گفتم برخلاف اونه آرش بخون استقلالی دو آتیشه بود توی خط دفاعی حرفه‌ای بازی می‌کرد علاوه بر فوتبال تو کوهنوردی هم مهارت داشت با شمارش من عینکاتون رو بذارید بچه‌ها 3 2 1 به تاریکی میرید و اما در این نوبت تاریکی در شرایطی که اصلاً اوضاعتون خوب نیست میتونید سوداگر بازی رو انتخاب کنید که نمیتونید چون مذاکره کردید و این قابلیت از خودتون هم امشب و هم فردا شب گرفته شد ولی هوچیگر و سوداگر چی؟ میتونن همدیگر رو حدس بزنن و به هم اشاره کنن یا خیر؟ متوجه شدم سوداگر عینکت رو بردار
حق پاسخ کدوم یکی از دانشگرا رو می‌خوای بی‌اعتبار کنی اگر می‌خوای. متوجه شدم. آقای ناخوانده چه می‌کنی؟ شلیک هم می‌خوای بکنی؟ کار دیگه هم ازت برمیاد؟ با شمارش من به روشنایی برمیگردیم. 3 2 1 به روشنایی برمیگردیم. روزتون بخیر. واقعا دیگه توان حرف زدن ندارم. خبر بعد این که همچنان سوداگر پاسخ یکی از دانشگرا رو بی اعتبار کرد و جالب اینه که به یک دانشگر گیر داده. اینو نباید بگفت. من برای خودم جالب، یه دانشگر بنده خدا رو هی گیر داده اونو بی‌اعتبار میکنه با صدش. خبر خوب اینه که هوشیگر و سوداگر انقدر پرتن از موضوع که همچنان همدیگر رو نشناخت که اون آقا داره حرص بخوره. اتفاق دیگه ای در دیشب نیفتاد. پرسش: کدام یک از شخصیت‌های زیر به دلیل فعالیت‌های علمی به شهادت رسیدند؟ 1. ابو عبدالله عاملی، قیاس الدین جمشید کاشانی. 2. جابر ابن حیان، ابن شهرآشوب. 3. شیخ بهایی، ابو ریحان بیرونی. 2 دقیقه و 30 ثانیه شروع شد. ببین ابو ریحان بیرونی که تو علمی داشته، تو نکات علمی داشته چیز میکنه، شیخ بهایی رو نمیدونه. آقا شیخ بهایی به شهادت نرسیده، شیخ بهایی به مرگ طبیعی فوت شده. اگه در خاطرم باشه زمان صفویه به خاطر همون احتمالاً سنشون و اینا، یعنی شهادتی من تو خاطرم نیست اگه باشه. من اینو نظرم هستش. امیر حالا یه چیز منم بگم. من گزینه 1 به ابو عبدالله عاملی رو قبلا یه جای شنیدم. چی؟ که رو گزینه 1 مالو بدیم، یعنی 1. بچا وقت بازیتون رو نگه میدارم. حافظ جان. جان. اون قطعه که میخواستی بخونی بفرم. بذار منم بلند شم که کنارت باشم. بچه‌ها چون در زمینه موسیقی دستی براتش داره. خواهش می‌کنم. آقای خانزاده عزیزمون خوب گوش جان بسپرید. اصلا به سوال فراموش کنید. سوال فدای سرتون. من از این گوشیم هم در بیارم که قشنگ گوشم آزاد باشه. خب بخونم عزیزم. تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر موج چون سیل روانه همیزون رو گام بود؟ بیشتر اون بره گام بود. اون بره بیشتر باید تلاش بود. بله بله. مدارمت خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. ببخشید چون یه ذره من داشت از سرگیجه بهم دست داده. آخ 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 زمانتون شروع شد محاسبش. داشتم میگفتم همین. ببین میلاد گزینه 1 من رو ابو عبدالله عاملی که 100% ایمان دارم که این قضیه هست. اوکی یعنی ایشون خب فقط گزینه بعدیش یعنی اون قیاس الدین جمشید کاشانی رو نمیدونستم ولی الان که میبینم مثلا عاملی تو گزینه های دیگه نیست پس میتونه 1 باشه. ببین ما اول نگاه کن ببین جابر ابن حیان فکر کنم ایرانی نبود. آقا ایرانی بود یعنی ایرانی بود من ایرانی بود فراموش کردم. بعد ابو عبدالله عاملی همون استاد عاملی چیز بود سمت مازندران. آیت الله حسن زاده عاملی. حسن زاده عاملی عاملیه. تو که هیچ یادت نیست که اینو میگی ما رو به کار ما رو بگو با کی رفتیم سیزی اصلا میگه اون ایرانی بود این اصلا کی من کیم اون اصلا ویروس چیه میکروب ما رو بگیم با کی رفتیم سیزده بدر. آقا من که نظرم رو 1 حالا بذار تو چیکار کنی خدا ثواب داره اگه دو جواب ابن حیان باشه میگم 1 ممکنه باشه مثل دست قبل من الان محمد رضا که میگه گزینه 1 من اونو حذفش میکنم و گزینه 2 رو میگم
من گزینه 3 رم به خاطر جواب شما هست. آخه شاید حالا برای یک... نکته برای حسابی حالا اشتباه کرده بنده خدا رو بهش یه بار مطمئنم ایشون سودایی. مجید تو هم یه چیزی بگو آخه. آقا راهنما یه دقیقه گوش کن، یه دقیقه گوش کن، تو راهنما بگیر. یه دقیقه گوش کن. من میگم سین شیخ بهایی نیست، خب؟ این از من. من مطمئنم شیخ بهایی نمیتونه باشه. آرش میگه 2ه. خب؟ من به آرش به عنوان یه دانشگر اعتماد دارم. من خودم میخوام به 2 رای بدم. 3 رو با علم شخصی برمی‌دارم. 2 رو با آرش میام. شما نمیدونم چیکار. بهزاد حرف نمیزنه. دو تا سوال شهر نداریم. باید میلاد میجابره نه اصلا ایرانی خارجی. این یک بار رو به من اعتماد کنید. بگید گزینه 1 من جبران مافات میکنم. اگر درست نگفتم به هیچ وقت دیگه حرف نمیزنم. 1 بذارید یک. همتون بذارید. گزینه ها روی میز. گزینه ها روی میز. من ازتون خواهش کردم. گزینه ها روی میز. بذارید 1 به من اعتماد کن. گزینه ها روی میز. دو 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 و 1 1 1 یعنی الان من اگه اینجا یه خط بکشم نه اینجا اینجا یه خط بکشم زمین به 2 قسمت تقسیم شده گروه 1 ها و گروه 2 ها و جواب درست رو گروه 2 ها ندادن بلکه گروه 1 ها چرا دست میزنی حالا دست میزن آخر سر ماشاءالله بله گروه 1 ها جواب درست رو بالاخره دادن اگر سوال بعدیتون جواب صحیح بدید فارغ از اینکه تو این 3 نفر هوشیگر یا سوداگر باشه بعدا ما محاسبه میکنیم فارغ از اینکه از این 3 نفر یکیشون حق پاسخش رو توسط سوداگر بی اعتبار شده باشه یا خیر که بعدا باز محاسبه میکنیم سوال بعدی رو درست جواب بدید یک نفر دیگه میتونه به نفر قبل اضافه بشه و 2 نفر به اتاق سرنوشت برن در غیر این صورت فقط 1 نفر به اتاق سرنوشت میره. راهنمایی داریم فکر کنم. اوضاعتون خیلی بده. الان 1 امتیاز دارید. فردا آخرین فرصتتونه. بخش بعدی معمای پایانی دسته آرش خوندی پس دست توه. چند بار از طرف گروهک تروریستی منافقین تهدید شد. قرار بود همزمان با ترور شهید صیاد شیرازی او رو هم ترور کنن. اما شهادت قسمت هر که باشد میرسه. دیر یا زود بسیار عالی با شمارش من عینکاتون رو بذارید بچه ها 3 2 و 1 به تاریکی امشب هم طبق مذاکره که کردید حق تشخیص سوداگر رو ندارید ولی سوداگر هوشیگر چی؟ اگر میتونن همدیگر رو حدس بزنن و با اشاره به هم نشون بدن دستا پایین سوداگر عینکت رو بردار و به من بگو آیا میخوای حق رأی یکی از دانشگر رو بی اعتبار کنی؟ متوجه شدم آقای ناخوانده چه میکنی؟ چلیک میکنی؟ تحریم که مذاکره شد متوجه شدم با شمارش من به روشنایی برمیگردیم 3 2 1 وارد روشنایی بعدی شدیم بچه ها و آخرین روشنایی روشنایی سرنوشت برای آقا مرسی تیم دانشگرای عزیز جان میگم ممنون تو یه شماره کارت بعدن بدید شلیکمونه حالا یه ذره صبر کن شاید شماره کارتم نخواد صبر صبر بله خبر خوب این که سوداگر و هوشیگر همچنان هم دیگر تشخیص دادن خدا رو شکر که اونا هم مثل ما کم که دیگه هم نمیتونن تشخیص بدن چون دیگه تموم شد روز آخر پس این خبر خیلی خوب برای همین تیم دانشگرها برای هوشیگر و سوداگر دست بزنن
نه باهوشید. و اما خبر بد، حق رأی دوره همونو گرفت؟ نه خیر، حق رأی رو گرفت ولی هیچی دیگر. وای اونم با وساطت من محبت کرد آقا. من وساطت کردم بودم آقا این بنده خدا زنده عقب بگیر. اما خبر بد تر دانشمند و شاید بدترین دانشمند دانشمند بیست. من میگم شماره کارت داستان تو بودیش؟ گفتم شماره کارت بخواه. معلوم خیلی دانشمند بازی ترور شد. محمد رضا بود که بهش اعتماد نکردید. یک بار بهش اعتماد کردید، جواب درست گرفتید. ولی این آدم به بعضی آدم ها باید سریع‌تر اعتماد کنه. اعتماد دیر باعث میشه ترور بشه و دستش بدید بچه ها. و متاسفانه اتاق سرنوشت هم نمیتونه بره. محمد رضا رو تشویق کنین تا از این گوشه ما رو. آقا ما قبل از رفتن میشه ودای آخر رو بگیم؟ بله بله بفهم. من اگر مرادم بودم زندگی بر فکر عبدالله میگذشت. راست میگی راست. بچه ها پرسش. برنامه این بود که هر بخش از قطعات که ساخته میشد بر روی یک دستگاه سالم نصب میشد و توسط اپراتور مورد آزمایش عملی قرار میگرفت. تک تک قطعات به این ترتیب ساخته و آزمایش می شدن. داستان فوق در مورد ساخت کدام دستگاه در سال 1368 از حسین خیلی خواب بدی دیدی انگاری. بس خودش داره یک راهنمایی هم می کنه که یک اتفاقی که در سال 1368 از اتفاق افتاده. یک، هواپیمای آذرخش. دو، توربین ملی IGT-25 یا 25. سه، سامانه جراحی هوشمند. دو دقیقه و 30 ثانیه شروع شد. بچه‌ها من میگم آخرین کمک رو بگیریم. من راهنمایی رو بگیریم ولی قبلش نگاه کن. الان تو شرایط که به نظر راهنمایی چجوری بگیریم؟ یه قطعات که ساخته میشد بر روی یک دستگاه آزمایش میشد. سامانه جراحی هوشمند. اون هواپیمای نمیتونه باشه. چون مثلا بالشو می‌خواستن چجوری آزمایش کنن؟ آقا من میگم بعضی ما که خرابه. یه راهنمایی هم بیشتر نداریم اونم خب آخریشه دیگه. خب استفاده کنیم. همون سری اول راهنمایی رو بگیریم. اگه بحثی هم مونده مثلا بین گزینه‌ها اون موقع بحث. وقتتون رو نگه داشت. همه زمان استراب گرفتم. استراب وقتی میگیرم باید هی آب بخورم. گلگاب زبون تو که استاد دمنوشی. گلگاب زبون اتفاقا ننه تورنز گفته بود. بله. خب سوال چی بود؟ برنامه ای بوده که آره، این سر قطعات آره، آره، آره. یه فیلمی بود نمیدونم چی بود. اسمش ناصر بود، یاسر بود، خب نمیدونم محمد بود، نمیدونم مراد بود. ناصر خان نبود؟ ناصر خان ناصر بود یا منصور بود؟ ناصر بود یا یاسر بود؟ نه نمیدونم ناصر بود یاسر. چون ناصر و یاسر دوتا داداش دوقلو هن. میشناسیم اگونا رو؟ نه. پس چجوریه کار میشه؟ همینجوری ها به ذهنم رسید. نمیدونم ناصر بود، یاسر بود، خب حبیب بود، منصور بود. منصور آفرین. فیلم منصور. یه فیلمی بود. آره فیلم منصور. فیلم منصور. بذار من حالا بخونم. اصلا نمیدونم ذهنم قاطی شده. فیلم منصور. بسیار عالی. زمانتون اصلا داره محاسبه میشه. من یه درصدی هم که میتونستم جواب بدم اونم پرید اصلا نفهمیدم. چه گزینه یک راجبه؟ چون فیلم منصور خلبان خلبانی بود. فیلم خلبان فیلم. آها آره آره. خلبانی بود. آفرین. خلبانی و اینا بود. حرف ما آذرخش میشه بریم. آره اینو دیدم. به نظر بچا هممون یه گزینه رو بذاریم چون الان حق رأی یک نفرمون از دانشمند دانشگرامون هم که گرفته شده حداقل. به نظرم همه جواب درست رو بذاریم. دقیقاً. الان همه میگید سوال 5 4 3 2 1 گزینه ها روی میز گذاشته شده. بسیار عالی بچه ها. و اما کی اتهام داره؟ و اما پاسخ درست به پرسش هفتم چالش مسابقه خانه همونه که رومیز گذاشت.
باریکالا مرسی خیلی خیلی هیجانی نشی عالی خیلی بابا حالا کلا باشه بفهم خواهش میکنم بشین بشین آقای اولی بابا تو شهید شدی از اون دنیا اومدی بشین آقای اولی دعای خیرم بدقه راش این اولی و آخریش نه اولین پاسخ درستمون بود دومین پاسخ دومین خوبه دیگه آقا خوبه و یک نفر اضافه شد به اتاق سرنوشت. الان اعلام میکنم کسی که بیشترین جواب درست رو داده اون شخصی است که به عنوان نفر اول به اتاق سرنوشت میره و اون یک نفر رو باید انتخاب کنه. حال آنکه یه هوشیگر و یه سوداگر مخفی در بین بچه ها باقی مونده، پس همچین خیلی هم همچین الان هم گرم گرفتید، انگار نه انگار که دو تا تیم مختلفید. این هیجانی شدید، هیجانی نشید، کمون که یه دوستی داشتیم اونجا هیجانی شد شما رو کارت خواست، بعد معلوم شد اصلا کلا ترور شد. این هیجاناتتون رو بچه‌ها بیشتر کنترل کنید. بسیار عالی. و اما اون کسی که بیشترین جواب درست رو به سوالات ما داده کیه به نظر؟ بله میلاد کسیه که بیشترین جواب صحیح رو داد. میلاد جان تو هم بلند شو بچه ها بشینید. بله به افتخار میلاد به افتخار میلاد که 4 سوال رو جواب صحیح داد. خودش مفت دوتا و ما اینجا محاسباتمون دقیقه دو امتیازی فکر کنم جواب داد و سوال 1, 4, 6, و 7 رو جواب صحیح داد و 2 گزینه هم از گزینه های اتاق سرنوشت رو حذف کردید همتون و 1 نفر رو فرصت داری میلاد انتخاب کنید. بسیار بسیار انتخاب حساسی دارید. این من 4 تا دانشگر بودیم از اول بازی. به نظرم بین شما 3 تا میتونستون منفیه باشه که رأی نداد، حداقل مشخص بشه که منفی نیستن. به نظرم من میتونم رو آرش فکر کنم، ولی بهزادم اینور هست. نمیدونم اصلا بین شما 2 نفر ثانیه قطعی. بین 2 نفر منظورت آیا آرش و آیا بهزاد؟ دیگه حق نداری بزنی. 3 به نظر من 2, 1 فرد مورد نظرت رو بلند کن. درست یا غلطی بچه ببخشید. آیا آرش؟ آرش بلندش. آیا آرش هوچیگر یا سوداگر بازی است که میلاد با خودش همراه کرد برای اتاق سرنوشت یا خیر؟ معلوم میشه. با شمارش من بچه ها درب اتاق سرنوشت لطفاً باز بشه. 3, 2, 1 درب اتاق سرنوشت باز بشه. تحصیلات متوسطه رو تو رشته برش قطعات صنعتی تا فوق دیپلم ادامه داره. بعد از جنگ هم تو رشته مهندسی صنایع تحصیل. بعد از یکی از عملیات‌ها متوجه ضعف نیروهای خودی شد و طرح ساماندهی آتش پشتیبانی خمپاره اندازها رو ارائه کرد. طرفدار گروه‌های کاری کوچک و چابک بود. خیلی از قطعات رو به کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور سفارش می‌داد. سال‌ها روی محصول پیچیده‌ای کار کردند. وقتی آزمایش شکست خورد، بچه‌های خسته و ناامید رو جمع کرد و دستاوردهای این آزمایش رو گفت. علاوه بر فوتبال تو کوهنوردی هم مهارت داشت. قرار بود همزمان با ترور شهید صیاد شیرازی او رو هم ترور کنند. اما شهادت قسمت هر که باشد میرسه. سلام و رحمت خدا بر شما. قبل از حل معمای پایانی یه داستانی براتون بگم. تا 1 قرن قبل کشورهای استعمارگر با غارت منابع و تخریب صنایع بومی ثروت‌های جهان را می‌مکیدند.
اما با قیام ملت‌ها دیگه ادامه روش قدیمی ممکن نبود. حالا باید فکر ملت‌ها رو اشغال می‌کردن و با گلچین نخبه‌های جوان برتری خودشون رو ادامه می‌دادن. داستان ایران هم همینه. از وقتی دانشگاه مدرن به ایران اومد، تلاش شد تا دانشجوهایی پرورش بده که نهایت موفقیتشون رو تو مهاجرت ببینن. از قضا بخشی از دانشجوها و بدنه علمی کشور که این واقعیت تلخ رو می‌دیدن، به مخالفان جدی نظام پهلوی تبدیل شدن. خود غرب بر اساس تحمل سختی‌ها به این مرحله رسیده. از کشتی‌های زیادی که برای کشف قاره‌ها و غارت مناطق جدید راه افتادن و هیچ وقت به مقصد نرسیدن، تا هوانوردا و فضانوردایی که جایی بین زمین و آسمون مردن، اونا اینطوری به دریا و هوا مسلط شدن و به غارت ملت‌های دیگه پرداختن. نیت اونا الزاماً درست نبود، اما از یه فرمول درست پیروی می‌کردن. هیچ موفقیت پایداری بدون رنج و مقاومت به دست نمیاد. پیروزی انقلاب پیروزی روحیه خودکفایی بود. برای همین جوانایی رشد کردند که حاضر شدن سختی‌ها رو به جون بخرن و ما رو یک قدم به پیش ببرن. معمای امروز در مورد یکی از همون جواناست. اسوه‌ای که آغازگر حرکتی شد که به امید خدا تاریخ رو رقم میزنه. حتما اونو میشناسی. 120 ثانیه شما آغاز شد. 20 هست. 28 هست. 24 هست. 21 هست. 17 هست. 20 هست. 15 هست. 6 هست. 11 هست. 7 هست. 10 هست. 5 هست. 2 هست. 4 هست. 35 هست. 3 هست. 33 هست. 34 هست. 9 هست. 32 هست. 31 هست. 29 هست. 29 هست. 13 هست. دیگه کدوم هست؟ این هم قدیمیه. 19 هست. نه این خیلی قدیمه. ماله الان نیست. 50 ثانیه باقی مونده بچه ها. عجله کنید. 8 هست. 27 هست. 12 رو هست کنیم. 12 رو هست کنیم. 12 هست. 26 هست. چند مونده؟ 25 هست. 16 رو چطور؟ 16 شک دارم. آره منم. 30 هست. کمتر از 30 ثانیه بچه ها زمان دارید. 22 چی؟ 22 من بگم اتفاقم آقای 23 هست. 10 ثانیه پایانی. عجله کنید بچه ها. چند مونده؟ 1, 2, 3, 4 تا. وقت شما به پایان رسید. 4 تا مانیتور بچه ها باقی مونده بود. با توجه به امتیازاتی که آوردین، 2 تا از نمایشگرها رو خانه براتون حذف کرد و فقط شما بین 2 نمایشگر و 2 گزینه باید جواب صحیح رو بدید. 30 ثانیه نهایی شما برای انتخاب نمایشگر صحیح شوش. من میگم شهید علی محمدی رو انتخاب کنم. شهید علی محمدی. من میگم بین شهید علی محمدی و شهید حکمت مقدم مرتضیان بعد جنگ آقای محمدی شهید شد. وقت شما به پایان رسید. نمایشگر نهاییتون رو اعلام کنید. گزینه 22 شهید علی محمدی. گزینه صحیح نمایشگر شماره 14 شهید حسن تهرانی مقدم بود. واو.
تا اینجا پیش رفتیم. وای او شهید تهران مقدم. نظرم این تیم تشویق داره. تشویقتون میکنیم به خاطر اینکه زحمت کشیدیم. شهید تهرانی مقدم، ما توی متنی که خوندیم گفته بودیم که ایشون مهندسی صنایع داشتن. شهید علی محمدی استاد فیزیک بودن و شهید تهرانی مقدم کسی بودن که اصلا واحد توپخانه سپاه هم راه اندازی کردن. اشکالی نداره به هر حال، به همین که رفتی تو مرحله نهایی خودش جای شکرش باقیه. همین که انتخاب درست کردی. دانشگر بود؟ معرفی میکنم پوچیگر بازی. زحمت بکش کلاشو بذار. سوداگر. بس سوداگر بازی. عزیز بود. بله میلاد به درستی تشخیص داده بود. و اما این بچه دانشمند بازی بود. به افتخار شهید تهرانی مقدم که ما هرچی داریم از همین شهدا هستم یک کف مرتب بزنیم. دانشگر رو بخوام بچه ها ببرس. قربون شما، خسته نباشید، عالی بود. تا برنامه بعدی که ببینم اتون. خدا حافظ شما.